مدیران باشگاه النصر به مناسبت رکوردشکنی کریستیانو رونالدو در رقابت‌های ملی برای او مراسم کوچکی گرفتند. شرکت نایکی که قراردادی نجومی با ارلینگ هالند امضا کرده معتقد است او در کنار کیلیان امباپه در سالهای آینده مثل زوج مسی و رونالدو چهره‌های اصلی دنیای فوتبال خواهند بود. برخی از رسانه‌های اسپانیایی مدعی هستند کیلیان امباپه قصد دارد در پایان فصل جاری در جلسه‌ای با مدیران پاریس سن ژرمن از تمایل خود برای انتقال به رئال مادرید پرده بردارد. ماکس آلگری سرمربی یوونتوس در آستانه بازی تیمش با هلاس ورونا گفت یوونتوس در جام حذفی و لیگ اروپا شانس قهرمانی داشته و در سری آ هم با وجود کسر امتیاز میتواند به رتبه‌های بالا برسد. باشگاه ناپولی تایید کرد ویکتور اوسیمن ستاره تهاجمی این تیم دیدار مقابل میلان در سری آ را از دست داده و حتی ممکن است دیدار مهم دو تیم در لیگ قهرمانان را هم از دست بدهد. پپ گواردیولا سرمربی منچستر سیتی در آستانه دیدار امروز تیمش مقابل لیورپول گفت سیتی سال هاست که شاگردان کلوب را می شناسد و او همچنان لیورپول را تیمی استثنایی می داند. باشگاه رئال مادرید اعلام کرد فرلاند مندی مدافع این تیم از ناحیه ساق پا آسیب دیده و به مدت یک ماه از میادین دور خواهد بود. مندی به این ترتیب ال کلاسیکو پیش رو را از دست داد. توماس توخل سرمربی جدید بایر مونیخ تأکید کرد که با توجه به شناخت کم از بازیکنان ترکیب امشبش مقابل بروسیا دورتموند ناعادلانه خواهد بود. راجر اشمیت تا پایان ماه جون 2026 قرارداد خود را با بنفیکا تمدید کرد. این سرمربی آلمانی تقریبا 1 میلیون یورو در سال دریافت می‌کرد و دستمزد او به میزان قابل توجهی افزایش می‌یابد و احتمالاً دو برابر خواهد شد. و اینکه سیمیون انزاگی سرمربی تیم فوتبال اینتر در آستانه بازی تیمش مقابل فیورنتینا گفت بازگشت لوکاکو به گلزنی امیدهای نراتزوری برای عبور از مشکلاتی که در زدن ضربات آخر داشت را افزایش داده است.